یا بابا دیرم شد آخه. اه اومدم دیگه، چه خبرته؟ وای خدا، باز این گونی رو آورد. خب من چیکار کنم؟ جنابالی یه پیرهن که بیشتر نداری. بابا این گونیه، پیرهن که نیست. صد دفعه بهت گفتم بده خیاطی برات کوچیک کنه، حرف گوش نمی کنی که مجبوری بپوشی. بفرما. این چشه؟ یه کمی قدش بلنده و سلام، اونم که شلوار میاد روش معلوم نمیشه. انگار من رفتم تو گونی. بپوش، ناشکری نکن نعمت. من که آخرش باید بگم چشم. آخه چرا اینطوری میکنی؟ میخوام پاره چه راحت شم. خیالت راحت شد؟ ببین درست شد. اونی که تو میخواستی شد. نعمت، یه قربونی نذر کردم واسه کارت. نه نه یاریا، باشه. من نیت کردم، برو به سلامت. شالله خیر. حسن آقا دو تا چایی بده. جهان دایم آن لذت آوه. اوی اوی خودتی چری لوتی، یواش یواش داری رو اعصابم را میری. یا دموخمو تلیت کردی آخه. یعنی میگی نخونم؟ نه نخون. عبیدتم، اگه بخوای نمیخونم. در بالای بارن اوسا گلم یه بیتنده. داداش من عصبانی بشم فک بکتو میارم پایینا. بشین زشته. هی میگم ریش سفیده، هی دندون رو جگر میذارم، ولی میبینم خودت طلبه یکی برات میاد. عبیدتم، روزگار منم با خوندم میچرخه. من پول میگیرم میخونم، وگرنه با این مرغ و خروس فروختن که زندگی نمیچرخه. عبیدتم. حالا اگه ما بخوایم شما ما رو مستفیض نکنین، کیو باید ببینیم؟ به کی باید بگیم؟ اعصابمون رو داغون کرده آخه. عبیدتم، این شد یه حرف حسابه. تو از من بپرس، من بهت بگم. من اینجا 1000 تومن میگیرم عبیدتم، میخونم. بعد این که ویندوزم اومد بالا، مزندش فرق میکنه. اگه هم که بخوان نخونم، عبیدتم 5000 تومن میگیرم نمیخونم. من حالا اون زبونت از حلقومت میکشم بیرون که دیگه زبون درازی نکنی. بشین. بفرما. عبیدتم محشوسم، دستت دارم. مردم آسایش میخوان، آرامش میخوان. من اگه الان نتونم دهن شما رو ببندم، فردا نمیتونم این شهر رو نگه دارم. هر چیزی حدی داره. سلام علیکم. سلام. 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 بفرمایید. بفرمایید. زحمت نکشید. زحمت یا الله. سلام مشوسه. سلام. پسرم این چیه؟ چی نوشته اونجا؟ نوشته بیای نست نویسی نباینده شی. من؟ نه نه نه، کار من نی، نمیخوام. راستی مرمدارک چی میخوام؟ حاجی وقتی میگی کار من نیست، برو پی کارت، بذار کارمونو بکنیم دیگه. اونو ول کن، ببین اسم من اونجا نوشته یا نه.
لا اله الا الله، نمیدونم چی شده امروز هرچی آدم عجیب غریبه به حس ما میخورن. چقدر لوتی سب کنه؟ نمیخواد بابا، خودم تکنولوژیشو دارم. ببین منت کی رو میکشن. الان عکسشو واسه دخترم سندش میکنم، اونم به هم میگه که کی به کیه. بسم الله الرحمن الرحیم. یه خورده دندون رو جیگر بزن، ایشالله که خوب میشه. وای وای وای، آروم باش عزیزم. آجی درد داره آجی، حواسم هست. چیز مهم که نیست، زیاد اذیت نمیشه. آجی یواشتر، به روی چشم نترس، یه خورده صبر کن. دیدی؟ صداشو شنیدی؟ بله آجی. جا افتاد آجی، همینجور نگه دار، نزار تکون بخوره. آما شالله، بذار بیارم ببندم تموم شه. اینه هاش. میبخشی چیزی دم دست نبود، اینو موقت میبندم آجی. رفتی رسیدی خونه، میدی حاج خانم با دستمال برات ببنده تا اذیت نشی. مرهمم درست میکنی، میبنده روش که درد نداشته باشه. تو رو به خدا میسپارم، ایشالله تو سه روزه خوب بشی. خواهش میکنم، حساب ما چیزی لازم نیست، در امان خدا. خیلی زحمت کشیدی، خدا شفا بده. خدا از بزرگی کمت نکنه. پیامان الله، خیر ببینی شد، برو به سلامه. خدا حافظ، ممنونم آجی. لا شکرت، یا الله یا الله. میبخشینا، من معذرت میخوام. دیدم اون بیچاره درد داره، گفتم کارشو را بندازم. میبخش. خب خوش اومدین، قدم رنجه فرمودین. سلام، شما ریش سفید این شهر کنم، خدا شما را حفظ کنه. آجا کل گلابادی ازت راضین، چه مرد چه زن، میگن هر جور کارش کسه بندی داشته باشیم ببریم پیش حاجی، امکان نداره دست خالی برگردید. خواهش میکنم، مصب به بستی خداست، من چی کارم؟ چه عجب از این ورا یادی از ما کردیم. این وظیفه ماست که حال شما رو بپرسیم. همینطوره بله. حاجی قضیه نماینده گلاباد رو چی کارش کنیم؟ دیروز با هاشتقی صحبتش بود، گفتن شما گردن نمیگیرید، پس تکلیف ما این وسط چیه؟ یه کاری بکن حاجی، یا بچه هاتون یا خودتون یا هر کسی که میدونین و تایید میکنین، ما رأیمونو به اون میدید. کل عالم میدونن که تا حال گلاباد نماینده مستقلی نداشت. اون که نماینده بلبل آباده، هیچ وقت نمیاد واسه گلاباد یا دل بسوزونه. آره بابا، الان باید چیکار کنیم؟ شما که قبول نمیکنین، کسی دیگه هم نیست، شما بگین. ما اومدیم ببینیم تکلیف چیه حاجی، اینطوری که نمیشه. آمنا، یه لحظه فرصت بدید منم حرف بزنم، مثل این که توپتون خیلی پره، همه شرط میزنیم. اختیار دارین حاجی، شما بفرمایید. والا دیروزم، پریروزم، سه چهار روز قبلشم، سه چهار نفر از آقایونم دست جمعی اومده بودن اینجا. یه صحبتایی هم شد. کسی که میره مدرس باید حرف زدنشو بلد باشه. ما خیلی وقته که شما رو عریضه نویس میشناسیم. بله بله، عریضه های شما هم هیچ وقت ردخور نداشته. پسرم عریضه فرق میکنه، عریضه دو کلوم عرض حال نوشتنه. درسته، اما وکالت صحبت مشکلات یه شهره. من که خودم این کاره نیستم، اونم که پسرم دکتر سلیمه اهل سیاست و اینجور چیزا نیست. دخترم هانیه هم تو کار فرش و گل و نقشه است، کار اونم نیست. حاجی تو این گلاباد آدم کاربلد نداریم که بره تو مجلس درد ما رو بگه. پیدا میشه، خدا بزرگه، نفوذ بد نزنیم، به زودی حل میشه. ایشالله دست به دست هم میدیم، یه فرد اصلا رو میفرستیم مجلس. حاج آقا شما فقط کافیه به وقتش به این جماعت یه اشاره بدی. این جماعت خودشون میدونن باید چی کار کنن. شما همه تون لطف داری، اینجوری هم نیست که من کلم پاپس بذارم. شما صبر کنین، منم اصلی با حاج میرزا علی یه مشورتی بکنم. شکر خدا شهرمون روحانی داره، عالمهایی داره، با اونا مشورتی میکنیم تا ببینیم چی پیش میاد. اینجاست، اینجاست.
اجازه بدین درو وا کنن، ساکارو بیارین داخل. من وظیفه‌ام تا اینجا بود. نوکر بابات نیستم که وسایلتو بیارم. 5,000 تومان میشه. 5,000 تومان؟ چه خبره؟ من از پایتخت تا گل‌آباد 15 تومان دادم، تو تا اینجا 5 تومان میخوای؟ داداش ما خودمون اتحادیه داریم، اونا هم برامون نرخ تعیین کردن. این ماشین، اینم شمارش، هر کار میتونی بکن. خوشم میاد، خیلی زبونتون دراز شده، درست میشی. تو اگه میدونستی من کیم و چیم، از من پول نمیخواستی. هستم بنده دکترم، دکتر اکبری. برو بابا دکتر اکبری. بلد نیستم با یه دکتر مملکت چطوری صحبت کنم. بفرما آقای دکتر اکبری. واسه گل‌آباد نماینده انتخاب میکنم، برو ثبت نام کن، میام بهت رأی میدم، تلافی میشه. برو ببینیم بابا. چیز کن خودتی. ملش کن داداش، بذار بره، دیر کردی، فکر کردم دیگه نیومدی. سلام آبجی. سلام. نه آخه تو صبر کن، من اینا رو درستشو میکنم. اون 5 تومن از حلقومت میکشم بیرون، میبینی. خب چطوری آبجی؟ خوبم، خیلی خوش اومدی. اوف. بیا تو. ممنون. ننم حالش چطوره؟ چه عجب یادت افتاد، جنبالی سالی یه بار نمیای که هیچ، لااقل یه زنگم بهش نمیزنی. تو رو خدا باز شروع نکنا پنپا، کار و زندگیمونو باید ول کنیم به این خراب شده زنگ بزنیم. از اسمش هم متنفرم. این زهر ماری هم پدرمو در آورده، از بس میخاره. آخه داداش این چیه که سرت میذاری؟ بندازش دور دیگه. میدونم سخته ولی نمیشه نذارم. مردم ظاهر آدمو میبینن. خیلی خوب باشه. اگه حاج کمال یا پسرش یکیشون قبول میکردن خیلی خوب میشد. یعنی عالی میشد. آره قبول نکرد. چه اون آدمای قبول میکرد. سلام علیکم مشتاق. چه خبر؟ سلام پیجایی. خوب هستی؟ سلام چرا میکنی؟ خوبی پسرمو. هی بد نیست. کاروبار چطوره؟ نیست که شما حالی از ما میپرسی؟ 3 ماه بیکار شدم، هیچ کی نیست بپرسه آخه بابا این خودش چی میخوره، بچه‌هاش چی میخورن، همه فقط به فکر خودشونه. بازاریام که فقط میگن نه نه. حیف زحمتای بابام که واسه این بازاریا کشید. خدا عمو عبدالعظیمو بیامرزه، آدم خوبی بود. اون تو بازار رنگه نداشت، سرایدار خوبی بود. به من بدبختم پسر همون حاجیام، جوونیمو پیش آقام پای همین بازاریا گذاشتن. همه حالا چی؟ میبینی که افتادم گدایی. خدا نکنه. الان میخوای چیکار کنی؟ هیچی. الانم میرم میشه حاج کمال بگم یه عریضه بنویسه، شکایت کنم از بازار، یا ببینم چی میشه. اینم حرفیه. آره این خیلی خوبه، بده بنویسه، بیار ما هم پاشو امضا کنیم. این حق توه. آره تو باید حق تو بگیری. حتما ما هم پشتت. خیلی قشنگ. الان هر جا بری کارات، هر جا بری کارات حل. باید. خدا از شما راضی باشه. خواهش میکنم. خب دیگه مزاحم شدم. قابلی نداشت. خداحافظ. خداحافظ. یعنی چی آخه؟ چی شدم؟ یعنی چی؟ عجب داستانی شد. خانم 1000 تا کپی گذاشتم لای این مدارک، الان یکیشون هم نیست. اصلا میدونی چیه؟ سبزی نداشتیم، خورد کردم ریختم تو آش. من با کپی تو چی کار دارم؟ ببین خودت کجا گذاشتی؟ چرا اذیت میکنی؟ خدایا بازیشون میخواد کاندید بشه. نه خیر خانم، این دفعه قضیه فرق میکنه. نگاه نکن اون دفعه رو که حواسم نبود کی به کیه. اون دفعه با بلبل آبادیا حوزمون یکی بود، معلوم نبود کی به کی رأی میده. ولی الان که مستقلیم منم ثبت نام میکنم، انتخابم میشم، به ریش این جماعت هم میخندم. آخه کیه که به تو صلاحیت بده؟ اینجوری هم نیست آقا، هر کی دلش خواست بره مجلس. نه شما برین مجلس. چرا نرم مجلس؟ مگه چمه؟ مال کسی خوردم، آدم کشتم، کلاهبرداری کردم. من خودم از همهشون سرترم، میرم ثبت نام میکنم، پولم که دارم خرج میکنم، انتخابم میشم. سوء سابقه ها چی؟
همین بخشداری خودمون 5-6 بار ازش شکایت کردن و محکوم شدی، رفتی آب خنک خوردی. چقدر زمین مردم گلابادو به اسم خودت فروختی؟ ساختمونایی که ساختی دست مردم همشون خلاف بوده. فکر میکنی من نمیدونم؟ خوبه خوبه، تو هم مثل اون بابای شکسته بندت منو نصیحت نکن. اینو بدون تو این دنیا حرف حرف پولداراست. بعدش هم اگه خلافی کردم چیکار کردم؟ جریمهشو دادم. پاک پاکم. چی بگم والا؟ تهامی. الهی که جز جگر بزن. اگه ثبت نامم کردی آقا جونو درگیرش نکن. من دارم بهت میگم. برو هر کاری که خودت دوست داری بکن. گفتم که کارمون دوباره شروع شده. بسه بسه، خوشی نزن زیر دلت خانوم، از سرت هم زیادیم. اصلا میدونی حالا داری با کی صحبت میکنی ها؟ جناب آقای مهندس داوود نظافتی، وکیل المله. من انتخاب شدم خانوم. نیگا نیگا. امت پسرم، پاشو اون چوب دستی منو بیار. این چی بود پسرم؟ صدای خدا بیامرز پدرمه دیگه، عبدالعظیم. به من میگه نعمت اون چوب دستیمو بردار بیار. به جان خودم حاجی، اگه پدرش عبدالکریمم به اون چوب دستی دست میزد دعواش میکرد. شنیدین که به من گفت نعمت چوب دستیمو بیار؟ الان اون چوبه کجاست؟ شده مال تو؟ حاجی معلومه دیگه، خب آقام که یه پسر بیشتر نداشت، اما بازاریا که قبول نمیکنه. نمیدونم کدوم بیانصافی رفته از مغازه حسین خرازی 3-4 تا سفیداب برداشته. حالا بازاریا پاشونو کردن توی کفش که چشات ضعیفه و به درد سرایداری نمیخوری. حاجی به جون خودم، چشمای من شبا مورچه رو از 10 کیلومتری میبینه. تا جایی که من میدونم فقط خرازی حسین آقا نبوده، جاهای دیگرم زدن. حاجی شما دیگه این حرفو نزنین، شما اون ابی بزدازو نمیشناسین، آدم شریه. هر وقت بری مغازهش 5 متر چلوار نمیتونی برای کفنی پیدا کنی. حالا هر جا که میشینه میگه 5 تاقه چادر مشکی خارجی از مغازم دزدیدن. ای خدا بگم چی کارت بکنه. اما این اهل بازار حرفای حسین خرازی و ابی بزدازو قبول کردن، الان 3 ماهی میشه از کارم اخراج کردن. دیگه نمیتونم تحمل کنم، الان زنبیله و منو خیابونا. به جون بچه هام آبرو برام نمونده حاجی. خب باشه، به نظر من عریضه لازم نیست، بذار استشهادنامه‌ای برات تنظیم کنم پسرم. اینو ببر بده 30-40 نفر از اهالی امضاش کنن. یادت باشه هر چقدر امضاهاش بیشتر باشه به نفعت. هرچی که شما بگین. شما همیشه مصلحت ما رو گفتین، فقط یه چیزی باشه که کارم را بیفته. حاجی میدونید من کارم رو دوست دارم، هر کیم نشناسه شما منو خوب میشناسی. نگران نباش پسرم، خدا بزرگ. چه خبرته بابا؟ اومدم. اینجا چرا نشستی؟ بازی کن با عروسکت. سلام. علیکی سلام. ببخشید منزل آقای خیراندیش؟ آقای مهندس خیراندیش. بگو پسرم که زبونت عادت کنه. بفرمایید. اینا رو آقا جونم داد. بهتون سلام رسوندن، گفتن که تابستوم این ما کل اعلامیه گلابات همینا، مثل این که خودتون خواسته بود. آی باریکلا، آفرین. ببین منو، تو گلاباد به غیر از شما چاپخونه بزرگتری داریم یا نداریم؟ نه فقط چاپخونه ماست، ما هم کربلا، مکه، عروسی، عزا، کارتای همشون رو ما چاپ بکنیم. دست شما درد نکنه. ببین منو، بعد از این هر مرگ و میری تو گلاباد یا اطراف گلاباد اگه اعلامیه‌شو واسه من بیاری یا بهت انعام میدم. ببین اینو بذار تو جیبت، بعد بازم بهت میدم. چشم. ببین منو، تو خودت چند سالته پسرم؟ ها من 13 سالمه، امسالم میرم 14. برو به سلامت پسرم، خدا پدر مادرت حفظ کنه. با اجازه. خدا نگهدار پسرم. تو به درد من نمیخوری. مرحوم باش جلیل.
مرحوم زیتون خان، کبلای کبرا بناب خاج مرچان، علی قرداشلو، اسماعیل کلاش. تو اسماعیل کلاشو میشناختی؟ همیشه بازی کن برسک. اومدن بابا اومدن. حسن آقا سلام. آج حسن خیلی خوش اومدی. هم تو حسن هم من حسن، پس کی باشه داشتار کسن. بفرما بفرما. چطوری آقا مهدی؟ بفرما. من مهدی رو دیدنی بچه کوچولو بود. خیلی خوش اومدی. بفرما بفرما بفرما. خب آج حسن چه عجب از این مرا. واقعیتش اینه که میخواستم یه ذره برنج و قند و شکر روغن بگیرم، گفتم اول با تون یه مستحکی بکنم بعد. به جون خودم خیلی به موقع اومدی آج حسن. یه برنجایی آوردم، اگه حاج خانم تو خونه دم کنه بوش تا هفت تا خونه اونورتر میپیچه. حسن جون من برای خودمون نمیخوام. میدونی چی میگم؟ خودمون بعدم با حاج خانم میایم. میخوام بهم یه برنجی بدی که. بفرمایید. دستت درد نکنه. ماشاءالله ماشاءالله مهدی. بله. میخوام یه برنجی بهم بدی که قیمتش پایین باشه اما زیادم بد نباشه. یعنی برنج ارزون قیمت بدم؟ آره، هم برنج ارزون باشه، هم روغن، هم قند، هم شکر، هم چایی. مثل این که این مراسم اونقدرام مهم نیست براتون. آی خدا پدرت بیامرزهره. آفرین. این یه مراسمیه که اگه پاش خرج نکنم نمیشه. خیلی هم ریخت و پاش نباید بشه. مجبورم آقا مجبورم، رفته تو خرقرم. چی بگم والا، تا حالا اینجوری شو دیگه نهیده بودم. آی بالای سلام علیکم عمو پولا، چطوری مرغت امروز چند؟ عبیدتم به دردتو نمیخوره، تو چاییتو بخور برو، در این دنیا کسی دست درد نکنه. مشروسم از خود بستمو معلوم. عمو نعمه چه خبر چطوری؟ هیچی سلامتی. میخواستم بگم اگه امکانش هست این کاغذ منو امضایی بکنی. کاغذ چونو؟ چیه داش؟ عبیدتم در این دنیا کسی بیغم نباشه، دیدم گرفتار این کاغذ شده. خدا حاج عبدالعظیم رو بیامرزه، واسه امضا نه نمیگم و پاش میندازم، اما تو سرایداری رو بلدی داشت نعمت. واقعا دیگه اصلا انتظار نداشتم کریم سیبی. این کاستو قشنگ گوش بده ببین چی میشنوی. نعمت پسرم پاشو اون چوب دستی منو بیار. چی بود این لوتی؟ صدای آقام کریم سیبی. این سند سرایداری منه، شما سندی بهتر از این میخوای؟ نه ترس، با امضای اون کاغذ مشکلی برات پیش نمیاد. میدونی که منم عیالوارم، بیکارم. چرا بیکاری؟ عبیدتو گربون. تو هم برو مثل اون یکی ها نمایندگی شرکت کن، در این دنیا کسی بیغم نباشه، از خودمون معلومه دیگه. عجب شکلی هستم. خدا رو شکر مثل این که شما کیفتون کوکه، منم حال ندارم. اونی که منو آقامو بدبخت کرد یه نماینده بوده. چرا؟ نماینده چی کاره کرده مگه؟ 10 هکتار زمین مرغوب پدرم از دستش در آورده که زمین از تو سرمایه از من، کارخونه بسازیم پول پارو کنیم، بعدش ما نه کارخونه دیدیم نه زمین. واسه چند سال پیشه عبیدتا؟ حدودا 50-60 سال پیش. من پاشی امضا انداختم، اما اینم گفته باشم من نمیتونم واسه شهادت اینا بیاما. من اعصاب پاسگاه دادگاه اینا ندارم. نگران نباش، کار به اونجا نمیکشه. عبیدتم من سواد قابلی ندارم، بی خیال. فکرشو کردم، الان من حلش میکنم.
بفرما. اینو باش، چه مسلح اومده عبیده چه گربون، چی کار کنم؟ انگوش میزنی رو کاغذ. اثر انگوش میگیری؟ بله. هاو کجاست؟ عبیده تا ببینی خوبه؟ به نظرت این چطور آرزو؟ قشنگه. زحمتشو بکش. میخوای نیش؟ بله. چشم. مانتو سرمه‌ای ندارم، اینم برمیدارم. قشنگ نیست؟ بله. خانم شما چند تا مانتو میخواین؟ من 3-4 مدل. خانم همه مانتوها رو ریختیم به هم. ما هیچ، خودتون خسته نشدین؟ خسته نشدین یعنی چی آقا؟ من واژه‌ای به نام خسته شدن نمیشناسم. انسانی که هدفمند باشه هیچ وقت خسته نمیشه. مگه نه آرزو؟ حتما خانم. پس خسته نباشین. خواهش میکنم. آرزو جان. بله. من الان میرم داخل، یکی یکی میدی من امتحان میکنم. چشم. نباید درد بکنه، آمپول زدم، حتما اثر نکرده. الان اثر میکنه. خب عبیدتم دستید در نکنه. حالا که زن من میشه، من کم کم اسم داره از یادم میره. بعدشم عبیدتم شرمنده. حالا مرده به من جمشید عذاب میگه. حالا من بیام بعد 50 سالم ازدواج کنم، باز همین مردم به هم میگن جمشید عذاب. پس فایده ای نداره دکتر جون. عبیدتم آس میخوام. آه خب حالا ببین دندونات چطور شد. اینطوری بساب ببین، خوبه؟ بالا پایین که نداره. ببین زبونت اذیت نمی کنه که. قربون دست در بیده. خدا رو شکر، عالی شده. آی دکتر اگه یه دست دندون مستوی خوب واسم درست کنی، اون وقت یه دهن واسط میخونم. قربون دهنت برم من، همیشه خوندی لذت بردیم دیگه. حالا اجازه بده یکم سرم که خلوت شد یه دندون مصنوعی برات میذارم، لذتشو میبری، کیفشم میکنی. خوبه؟ عبیدتم. دهره بالا گرمزه همده شد یخسل olmasın ey یخسلق elde yaman adol ey درن درن درن. راستشو بخوای پولم ندارم که بگم چقدر شد، اما جمشید عذاب یه تک دونه رای داره. بگم آقای دکتر شما نمایندگی ثبت نام کن، جمشید عذاب میتونه اون تکرشو به شما بده. نه عزیز من، دستت درد نکنه. من اگه تو کار خودم به مردم خدمت کنم خیلی بهتر از وکالته. خواهشم منو تو عجل ننداز. عبیده تو گربون آقای دکتر، دستت درد نکنه، شرمنده کردین. فدات بشم آقای دکتر، شما خودتون پدرتون و کلا خانوادتون افتخاری کردین. میگم آقای دکتر ببخشینا، شما اگه خودتونم نباشین هر کی رو که صلاح دونستین رأی جمشید مال اونه. بس سلام شد تمام. قربان حال دستون در نکنه، خجالتون کجا با این عجله؟ بذارین پیشبند رو باز کنم. بعد یادم رفته بود میخواستم اینم ببرم. شما زیاد داریم، بذار بمونه دیگه آقای دکتر. قربونت برم من، خوشحال شدم. بازم بیا، منتظرتم. بفرمایید بفرمایید. خداحافظ. ببخشید قربانانم، تهش مونده بود آقای دکتر. پایده کنم خدا خدا خدا. عجب آدمیه. خانم باقری. سلام آقای دکتر. سلام. خسته نباشید. بفرمایید جاشه. ببخشید. خیلی ممنون.
چه بدبخ شدم. ناظر همی زندگیش دامون شد. خوشحالم که تو میشه زمون سرایداری خدا بیاموز پدرم کسی جرأت نداشت به مغازه ها نزدیک بشه. من میگم بذارین جای آقا من باشم اینجا. میگن نمیتونی چشات ضعیفه. اینا نمیدونن که چشای من شبا مورچه رو از 10 کیلومتری میبینه. بدبخ شدم. بابا طلا هم آنت بود. حالا یا خودش باز پس بده یا بود. بدبخ شدم. سرباز احمدی حواست جمعش. نه یکی میرسون نه یکی میاد بیرون. چش هیچ کسو نمیزن. چش جناب سرباز بدبخت شدم. دارو ندارم و بردم. نمیدونی من چه بدبختی شدم. همه چی با بردن. اون آجان مرده بودونم شما بود. من تحقیقاتمو الان شروع کردم. شما هم نگران نباشید. صداتونم بیاریم پایین. اینجا بازار زشته. خسته نباشید. انتقام منو بگیری. جناب سرباز طلا بگیرین اینا رو چیکار کنم؟ آقا شما هم بفرمایید خواهش می‌کنم. چیا جمع شدین اینجا؟ بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. متبرک شید. آقا من به خاطر همین اومدم اینجا دیگه. بفرمایید اینم. بفرمایید جمع نشینه. بفرمایید. حاجی بفرمایید. عجب گیری افتاد. آقا با شما بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم. پسرم مغازه حاسمد آقا نوه خونه. حاسمد آقا خوشون نیستن؟ هستم ولی اینجا در یه محلمون دوست اومده بود من یه تری اونجا بزنن. ببینن مغازه کیا رو دوست داده؟ مغازه آقا اسماعیل و حسن آقا و آقا ناصر. برم آقا جونم و صدا کنم. نه نمیخواد پسرم نمیخواد. من خودم هم یالا میام اونجا. میام اونجا دست درد نکنه. خداحافظ خداحافظ. وای وای بابامه ای بد پیتره وقت پیدا کردی تو هم خدا بگم چی کارت کنن آخه وقتی خراب شدم بود. ای خدا چی میشد اگه من رأی بیارم واسه خودم یه ماشین خارجی میگرفتم. تفیل کن تفیلم کن تفاس شدی که به گور پیتره. مرد شورت ببره. عجمت میگم ای کاش یه زور و قدرتی داشتم و اونایی که به جای پارکینگ بازار ساختن و میکشیدم به دادگاه. اگه یادتون باشه اون زمان بخشداری من گفتم که این کار خلافه. اما خودم گفتم خودم شنفتم. هیچ کس برفم گوش نکرد. به مرگم هم تموم بشه نمیذارم حق این مظلوم ها پایمال بشه. حقوقشون رو میگیرم میذارم کف دستشون. بعد حالا میبینیم من این کار رو میکنم اونا هم تماشا کنن. ایشون چی کاره هستن که آتیشش اینجوری تنده؟ ای ولوتی ما نمیدونیم اینا کیان. آخه همه آسمان ریز شده. میگه آزرم بیمیرم. آخه کسی از این چیزی نخواسته که این خودشو انداخته بسه. یکی نیست بگه برو بینیم با بس باد بیا. هر روز یه بامبول تازه در میارن. یه روز میگن این مغازه ها رو خرابش میکنیم. یه روز میگن پایتخت موافقت نکرده. یه روزم دوتا لودر میارن وسط بازار که میخوایم پارکینگش کنیم و خلاص. این بیچاره بازاری ها چه خاکی به سرشون بریزن. کلی پول ریختن حساب بخشداری بخش. هنوز که هنوزه صاحب سند نشدن. حالا چقدر این وسط پول خورده شده خودشون میدونن من نمیدونم. ای جماعت فهیم گل‌آباد من الان دارم میگم ها. منم یکی از دکترای این مملکت هستم آ. من درد و میشناسم ها. حواستون رو جمع کنین. اون زمان بخشداری من گفتم بذارید من این بازار رو اینش چیزش کنم. نذاشتم. حالا اینطوری میشه. چی؟ چیز میشه. دکتر این داره سجده میکنه. میگم این روزا دکتر مهده چقدر زیاد شده. بابا دکتر کجا بود؟ معلوم نمیشه. شاید دیدم آخرش همین دکتر تزریقاتی عذاب در اومد. ای نوکرت هم. سلام آقا. علیکه سلام.
خسته نباشید. ممنون، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام خانم، بفرمایید، در خدمتم. میدونین من دوستا دستبند بزرگ میخوام که چشم در بیاره. قیمتش چقدر باشه؟ اصلا پولش برام مهم نیست. دستبندی میخوام که لنگه نداشته باشه. چشم. بفهم. میام قشنگه. سلام. سلام دخترمو. اصلا سلام نیست شما اینجا بمونی. سه چهار تا مغازه رو دزد زده. صاحب مغازه فعلا بیهوشن. شاید اگه به هوش بیان حرفایی بزنن که شنیدن اونا اصلا مصلحت نیست. بریم بریم. آره بابا، مگه شما وکیل وسیع مایی؟ بابا کدوم وکیل، حالا تا انتخابات خیلی مونده. زود باش بریم. آره چشم خانم مهندس. اصلا خوبی به این جماعت نیومده. مثلا خواستیم غیرت نشون بدیم.